سلام، من ایده تمدن هستم. سلام، من محمود طلویی هستم. خیلی خوشحالیم که برای 31 جلسه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. سال 1400 به تمام دوستان تبریک میگم. امیدوارم امسال سالی سرشار از سلامتی، شادی و شادکامی و دل خوش برای همه شما عزیزان باشه. منم سال جدید رو به همه دوستان تبریک میگم. امیدوارم که سالی پر از آرامش باشه برای همگی. در این جلسه قصد داریم یک نگاهی کنیم به سال 1400 و سه تا کتاب برگزیده‌ای که ما توی این مبتدا معرفی نکردیم. بریم از کتابایی و ازشون لذت بردیم و برای اون ارزشمند بود و برای شما دوستان در موردش صحبت بکنیم. خوشحال میشیم که همراه ما باش. یه چیز کلی، حالا یه نگاهی معمولا فکر کنم دوتاییمون داریم به کتابایی که در سال گذشته خوندیم. من برای خودم یه دفترچه اینجوری دارم که از یه سمت کتابای داستانی که میخونم و هر سال یادداشت میکنم، از اون سمت هم کتابای غیر داستانی رو، نان فیکشن. بعد سال که تموم میشه میام یه بررسی میکنم که چه کتابایی خوندم، تو چه ژانرهایی بودن، چند تا آلمانی خوندم، چند تا انگلیسی خوندم، مثلا فارسی خوندم یا نخوندم. یه بررسی کلی و به گذشته نگاه میکنم. حالا آقای طولی گفتن که در مورد کتاب خانیمون در سال گذشته یه نگاهی بکنیم، گفتیم دیگه در چند تا کتابی که خوندیم و مشترک نبوده و روی ما تأثیر گذاشته یا برای ما قشنگ بوده در موردش صحبت کنیم. خب شما که اولین کتاب رو در موردش صحبت کنیم. خب من سه کتاب رو انتخاب کردم. یکی از کتاب ها ظاهراً کتاب ساده هم هست، این کتاب هست The Life Changing Magic of Tidying Up که این به فارسی هم ترجمه شده، در مورد جادوی مرتب کردن و تأثیرش روی زندگی آدمه که این نویسنده ماری کوندو ژاپنی هست. الان من فکر برم جالب بود که یکی دو سال اخیر چقدر کتابای ژاپنی، نویسنده ژاپنی برای من جذابیتشون بیشتر شده. نویسنده ژاپنی ماری کوندو از بچگی میاد مشغول این قضیه میشه که نظم دادن چه تاثیر زیادی روی زندگی آدم داره. اولش که شروع کردم بخوندم فکر کردم که خب زیاد چیزی برای من نداره، مثلا من کسی که کشور زیاد عوض کرده، شهر زیاد عوض کرده، هر دفعه مجبور شدم خیلی چیزا رو تصفیه کنم و خونه رو نظم بدم. ولی با این حال وقتی کتاب تموم شد دیدم با تمام سادگی کتاب چقدر نکته توش زیاده و ایشون خیلی معروف شدن الان در سراسر جهان. همه جا هر سایتی برین، آمریکایی، اروپایی، میگن روش ماری کوندو، طبق ماری کوندو، این که خیلی توی پاپ کالچر، توی فرهنگ معاصر مطرح هستن. و حالا دو تا نکته اصلی، چون فرصت زیاد نداریم برای هر کتاب صحبت کنیم، دو تا نکته اصلی. یکی این که میگه که واسه هر چیزی که داریم، حالا روش نظم دادنشو من توصیه میکنم، چون که از دوستام چند وقت پیش میگم هر کار میکنم خونه مرتب نیست، که من گفتم این کتاب رو فارسیش رو مطالعه کنن. میگه هر چیزی که میخواین تست کنین، ببینین چی کارش کنین، ببینین که این شی که تو خونه شما هست دو تا حالت باید داشته باشه، یکی از دو حالت رو، یا اینکه باید براتون مفید باشه که دارین ازش استفاده مفید میکنین، یا اینکه به شما حس خوبی بده. اگه چیزی توی خونتون هست که نه حس خوب داره به شما میده، نه استفاده دارین میکنین، باش خدافظی کنین. هر چقدر هم مثلا گرون قیمت و قشنگ و اینا باشه ولی حس خوب به شما نمیده، براش یه خونه دیگه پیدا کنین. اینو خود ماری کوندو ژاپنی، سبک ژاپنی وارد هر خونه جدیدی که میشه که حالا ازش میخوان بیاد نظم بده، تعظیم ژاپنی میکنه و میگه که من میخوام به این خونه، برای این خونه آرامش وارد کنم. و که برای من خیلی مفید بود این قضیه، و گفت حدودا ممکنه 6 ماهی طول بکشه، مثلا اون 6 ماه مثلا یه ماهی آدم میتونه انجام بده، ولی همچنان من مشغول این کار هستم. خونه منم یه تغییر اساسی دیده بعد از خوندن این کتاب که آقای طولی هم دیدن، همچنان هم مشغول این تغییر و تحول ها هستم. و یه نکته آخر در مورد کتاب این که بعضی از کسایی که این کتاب رو خوندن یا حتی با ماری کوندو کار کردن که به خونهشون، ادارهشون، شرکتشون خیلی جاها استخدام میشن، یه ویتینگ لیست خیلی طولانی داره که بیاد نظم اساسی بده. در مورد این افراد دو تاشون رو که خوندم، یکیش گفتش که بعد از اینکه به خونه و همه چیز زندگیم، دفترم و اینا نظم و ترتیب دیدم، دیدن که خب الان یه چیزی من دارم که نه به من احساس خوب میده، نه اینکه مفیده،
و اونم چربی اضافه. او بعد دیگه یکو 30 کیلو وزن کم کرد. و یه نفر دیگه، یه خانم دیگه گفتش که دیدم که تو زندگی من الان یه چیز دیگه فقط من دارم که نه مفیده نه حس خوبی دارم، اونم همسرمه. این که ازش جدا شده که این که اصل نخونی. اصل فلسفه ماری کوندو اینه که هر چی دور بر ماست رو به ما یه احساس یا لذت بده یا مفید باشه، تا زندگیمون رو اونطوری بچینیم که نه اون چیزی که نشانگر گذشته ما نباشه، گذشته آینده ما باشه. یعنی اون چیزی بشه که میخواییم بشیم، نه اینکه مثلا یه موزه باشه از چیزای گذشته ما که شاید حس خوبی هم به ما ندن. این کتاب اول من بود. خب کتابی که من میخوام در مورد صحبت کنم و پارسال خوندم، احتمالاً همتون آشنایید، انسان خردمند، اثر آقای نوح حراری. حالا تو چاپ 12 هم اومد جلو، فکر کنم دیگه بعد دیگه ممیزی ارشاد متوجه شد که ایشون اسرائیلی هستن و استاد دانشگاه توی تل آویو، برای همین دیگه از چاپ کتاب ندادن. اما کتاب فوق العاده مفیدیه، به خصوص این که بسیاری از اتفاقات که تو دنیا داره تو تاریخ بشری افتاده رو با دلایل منطقی خیلی قشنگ توضیح میده، که اصلا من خیلی جالبه هم در مورد تاریخ هم در مورد بیولوژی زیستشناسی همه چیز هست. از اون لحظه اولی که از درخت اومدیم پایین تا اتفاقات که در نهایت میفته، خیلی چیزای آموزنده قشنگ توش داشت. من واقعا خیلی متعجب شدم که چرا اینجوری. پس برای همینه انسان بچهش مثلا اینقدر طول میکشه که مثلا بتونه راه بره. همین دلایل با ادله کامل، تحقیقات خیلی زیاد در داخل کتاب اومده. خوندنشو به هر شخصی، من این چیز ضد مذهب هم نیست، یعنی اومده همه چیز رو بررسی کرده، دلایل پیدایش همه چیز را بررسی کرده است. این نمیشه بگیم که مثلا یک چیز آنتی مثلا جامعه است یا ضد مذهبی. واقع‌گرایی مطلقه، یک بحث علمیه و خوندنش رو به همه دوستان پیشنهاد میکنم. این کتاب رو منم شروع کردم به انگلیسی، حالا شاید اگه تموم کردمش بتونیم در موردش یه مقدار. خیلی کتاب جای صحبت کردن، خیلی کتابی به نظر من خیلی مفیدی هستش. کتاب دومی که من میخوام در موردش صحبت کنم، این کتاب یوزف کیرشنر هست، به آلمانی خوندم، دی کونست ان اگویست تو ساین، یک فیلسوف اتریشی هستن، یعنی هنر اگویست بودن، یعنی خودخواه بودن. و این کتاب رو که سالها پیش بود نوشتن، خیلی سریع از کتابای پرفروش بود، یه حالت سلف هلپ داره، کتابای انگیزشی که روش زندگی خودتون رو چه شکلی تغییر بدین، چون اگه تغییر ندین و انسان خودخواه نباشه نمیتونه به اهدافش برسه. حتی ایشون تعریف میکنن که خودخواه بودن به این معنی نیستش که بیاین مثلا حق و حقوق بقیه رو پایمال کنین یا به کس دیگه ای ظلم کنین که خودتون میخواین به اون هدف و آرزوتون برسین، اونطوری نیست. این خیلی قشنگ باز میکنه، میگه نهایتاً اگه هر کسی حالا اگویست به تعریف ایشون بشه، باعث خوشبختی کل جامعه میشه. چون مثلا اگه یک مادری که توی خونه به آرزوهاش نمیرسه به خاطر خانواده خیلی چیزا رو مثلا فراموش میکنه، اون تبدیل میشه به یه خانم ناراضی، این خودش توی خانواده خودش و بعد توی جامعه باعث نارضایتی و خیلی مسائل پیچیده دیگه میشه. ولی اگه اون مادر در کنار وظایف تو خونه خودش به یه سری آرزوی خودش هم اهمیت بده و به اونا بخواد برسه، یک خانم، یک مادر خوشحال خواهد شد، تو جامعه فرد موفق تری میشه، کلن کل جامعه پیشرفت میکنه. و در کنارش میگم خیلی کتاب خیلی خوبیه، من کلی اینو علامت زدم و جلوشم یادداشت کردم که نه حتما یه بار دیگه بخونم. و راهکار میده که اگرم بخوایم مثلا به اون اهدافمون برسیم، مجبوریم از یه سری چیزای دیگه بزنیم. یعنی مثلا اون مادر شاید مجبور بشه که مثلا
از یه سری کارا و یه وسواسای کار خونه‌اش یه مقدار کم کنه تا بتونه مثلا اون کلاس موسیقی که میخواد بره مثلا بره یا به کار دیگه برسه. و میگم این روی جامعه حالا آلمانی زبان به خصوص خیلی تأثیر زیادی داشت. و یه مثال خیلی قشنگی که حالا زده میشه اینه که باز یکی از فصلهای خیلی مهمش اینه که اولا قبل از هر کاری ببینیم واقعا اون کاری که فکر میکنیم میخوایم بهش برسیم اون کاریه که خودمون میخوایم یا جامعه داره به ما میگه. مثلا یکی ممکنه میگه نه من واقعا میخوام مثلا یه ماشین گرونی داشته باشم، ببین از ته دل خودش میخواد این ماشین رو داشته باشه یا اینکه از بقیه ازش انتظار دارن مثلا چون مثلا متخصصه که ماشین گرون سوار بشه بعد اون هدف هم میرسه ولی اون هدف نهایی بهش احساس خوشبختی رو نخواهد داد. و یه چیز خیلی جالب در مورد این کتاب اینه که بعد از حدوداً 50 سال این کتاب چاپ شد. اوکی دی کونست کین اگویست سو ساین، اوکی، یعنی هنر اگویست نبودن. برای من خیلی جالب بود. این نویسنده ریچارد داوید پرخت فیلسوف آلمانی هست. کتابش قطوره، من اینو تموم نکردم، شروع کردم ولی تمومش نکردم. اینو اومده در جواب به این کتاب نوشته. برای من از این لحاظ جالب بود که چقدر کتاب روی جامعه و فرهنگ جامعه تأثیر میذاره و اون جامعه تغییر میکنه. بعد میاد دوباره میگن خب حالا این ارضا شد، الان دیگه آلمانیا اگه کسی چیزی بخواد بدون تعارف به همسر و خانواده و جامعه به اون هدفش میرسه، هر طور شده به اون هدفش میرسه. حالا پرخت میاد میگه که حالا چه شکلی اگویست نباشیم، یعنی بیایم یکم به فکر جامعه هم باشیم، مهربونتر باشیم، فقط خودمون رو در نظر نگیریم. شاید اونطوری که خیلی از افراد توی آلمان اینجوری هستن، برای اینکه انسان ذاتاً، حالا اینو بررسی میکنه هست یا نیست، جواب اینه که بله انسان ذاتاً مهربونه و یک موجود اجتماعی هست. که حالا این کتاب رو من تموم نکردم ولی این تغییر و تحول برای من خیلی جالب بود. خیلی جالب، آدم خودشو دوست نداشته باشه نمیتونه دیگران دوست داشته باشه. این شعار من با در این مورد ما با هم دو سال پیش کلی صحبت کردیم که خوبم تأثیر خوبی داشت. کتاب بعدی که میخوام در مورد صحبت بکنم و پارسال خوندمش کتاب رضا شاه نوشته های صادق زیبا کلام. معتقدم کسی تاریخ رو ندونه مجبوریم دوباره تاریخ رو تکرار کنیم، از تاریخ باید یاد بگیریم خیلی چیزا رو. و همچی تاریخ دوری هم نیست، تاریخ معاصر خودمونه. تصور میکنم این کتاب با توجه به این که یکی به میخ زده یکی به نل اومده قشنگ بررسی کرده بدون تقریبا میشه گفت بی‌طرفانه، هرچند خیلی چیزا رعایت کرده که باز با اینکه رعایت کرده روز چاپش ندادن. این چاپ افستش که من خریدم خوشبختانه تو تهران هست، میشه خریدش. باید بشناسیم کسایی که برای این جامعه کار کردن، زحمت کشیدن، از کجا آمدیم، به کجا رسیدیم، به کجا میردیم، پشت انجام رفتارشون چه تفکراتی بود. اگر شناخت کافی نسبت به گذشتمون داشتیم هیچ موقع این مشکلاتی که الان درگیرش هستیم و دوباره درگیر نبودیم. واقعیت سر اینه که خیلی از اتفاقات که داره میفته تکرار اون چیزایی که در گذشته افتاده در یه قالب مدرن‌تر. به خاطر اینکه حافظه تاریخی ما ایرانی ها به خصوص ما ایرانی ها خیلی ضعیفه، فراموش میکنیم چی بودیم، چه اتفاقات افتاد، چه مشکلاتی داشتیم و به کجا رسیدیم. باز دوباره اونو فراموش میکنیم میفتیم توی چیزی دیگه، باز دوباره از این ور چپه میشیم میریم و اصلا یک تعادل رفتاری مستلزمش اینه که اطلاعات جامعه داشته باشیم و تفکر جامعه داشته باشیم در مورد اتفاقاتی که در گذشته افتاد، از اونا درس بگیریم، راهکار بزنیم، دنیای جدیدی بسازیم، نه در یک لوپ در یک چرخه قرار بگیریم، این چرخه بچرخه 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 فقط رنگ عوض کنه ولی اون ناراحتی ها و اون مشکلات رو داشته باشیم. کتاب سرشار از مستندات خیلی جالبیه، خیلی قشنگ کتاب میشه ازش آموخت. آدم های خیلی خوبی بودن، برای کشور ما خیلی زحمت های زیادی کشیدن، بدونشون رو تعصب داره میعرفی میزنن و باید قدرشون دونست. و اینکه شما الان با این اندیشه و با این امکانات قرن
جدید در مورد اون زمان صحبت بکنید که توی ایران مثلا حتی یه راننده تراکتور وجود نداشت و یک نفر میاد با این هیچی نبودن با بدون بودجه بدون پول نپونه نفت کلمبی بود شرکت نصف کشور که دست انگلیسی ها بود داشتن اصلا پلیس داشتن خوزستان دست شیخ خزعل بود هر منطقه برای خودش ممالک محبوسه ایران بود کشورهای تحت حمایت پادشاه ایران بود هر منطقه برای خودش خان و دربار و یرفای داشت و یک نفر میتونه بیاد با چه پشتکاری و با چه سخت‌کوشی و با چه شرایطی هیچ کس هم بدون عیب نیست ایرادات خاص خودش هم همه دارن ولی صحبت من واقعا تنظیم نمیشه ایرادی بهش گرفت این بود که برای کشورش ارزش قائل بود تمام پادشاهان قاجار رو نگاه کنید تنظیم که فکر میکردن مردم بودن ولی تمام فکر ذکر رضا شاه این بود که کشور رو بتونه در یه حدی برسونه که حداقل امکانات اولیه بهداشت آبشور جاده ها امنیت سواد اینا رو تأمین میکنه در کنارش مشکلات خاص خودش هم داشت اونم باید هیچ کس منزه و پاک نیست و باید همه رو کامل بررسی کرد خوندن کتاب رو پیشنهاد میکنم به واسطه این که بفهمیم چی بودیم از کجا اومدیم و راه آیندهمون چگونه خواهد بود. کتاب سومی که من انتخاب کردم که در موردش صحبت کنم دوباره یک کتاب آلمانی هست یولیا آنکن روانشناس آلمانی کتابشون هم هرین ایم ایگنن هاوس یعنی چه شکلی رئیس خانه خودمون باشیم و خونه منظورش خونه فیزیکی نیستش خونه درونی خودمون یعنی روح و روانمون که این کتاب رو عمدتاً نه فقط برای خانوم ها نوشته و بررسی کرده از لحاظ فرهنگی و تاریخی که چرا خانوم ها یه مقدار عزت نفسشون اعتماد به نفسشون پایینه و دلیل این چیه ریشش چیه از اون کتابایی هستش که من شانسی گیرم اومده من چون کتاب آلمانی خیلی راحت گیر نمیاد شانسی گیرتون نمیاد یه بنده خدا بهتون هدیه بله دست آقایتونی در نکنه که این کتاب رو پیدا کردن برای من و از لحاظ فرهنگی و تاریخی به خصوص بررسی میکنه که مثلا قبلا هم میگم مثلا کتاب فکر نکنم هیچ وقت نظر من شاید اجازه چاپ بهش بدن اگه ترجمه بشه بالفرض به خاطر اینکه میاد بررسی میکنه که زنا اول قبلا توی جوامع ابتدایی بیشتر جوامع ماتریارکال بوده یعنی بیشتر زنا حکومت میکردن و خیلی صلح و صفا و پیشرفت تدریجی ما داشتیم تا اینکه مردم میان در رأس قرار میگن چون زن توی جوامع باستانی چون تولید مثل میکرده و بچه میآورده و مفید بوده و مسئول قضا بوده دامیننت بوده نسبت به مرد ولی بعد حالا چی میشه که مردا دامیننت میشن و زنو برای اینکه بتونن کنترل کنن میزنن تو سرشون میان پایین بود یه سری مسائل این شکلی داره که فکر نکنم این ترجمه بشه و به خانوام که به پا خیزید و اون اعتماد به نفس خودتون این یه قسمتشه البته به دست بیارین و بعد میاد خیلی قشنگ یعنی من کتاب اینقدر روون بود و اینقدر یه سه چیزایی شوکه یا بر من خیلی شوکه کننده بود میگفت که من تا زمانی که چشمام رو میتونستم باز نگه دارم شب نصف شب میخوندم تا اینکه دیگه چشمام دیگه جواب نمیداد یه قسمتاش مثلا میاد میگه که رفتار زنا رو بررسی میکنه مثلا اینکه میگن بعضی از خانوما رفتاری خالی زنکی دارن پشت سر هم دیگه صحبت میکنن و حسادتایی دارن و یه مقدار مثلا پیچیدگی‌ای دارن که مردا ندارن مردا ساده است از لحاظ روانشناسی بررسی میکنه که دلیلش چیه به خاطر اون ضعف که احساس ضعف و میگم اعتماد به نفسی که ندارن از اون طرف این خوددرگیری خانوما رو بررسی میکنه با ظاهرشون زیباییشون عمل کردنشون مثلا میگه چرا یه مرد اگه شکمش بزرگه 50 سالشه با اعتماد به نفس کامل تو خیابون رو میره ولی زنه نه اولا همه احساسی بدی میکنه چی بپوشم کوچیک‌تر به نظر بیاد عمل کنم نمیدونم رژیم بگیرم و اینا خب چرا باید اینطور باشه چون میگه سلولای مغزی ما اینقدر درگیر این مسائل میشن که دیگه نمیاد بپردازه به خیلی چیزای
مسائل خیلی مهمتر. نکته خیلی زیاده و فکر کنم از اون کتابایی باشه که دیگه از این بعد من پیش دوستان خانومم که بشینم با دائم بشینم در مورد اینا باشون صحبت کنم و ای کاش همچین کتابایی برای ما هم ترجمه میشد. بررسی که کرده مثلا اومده دایانا رو، پرنسس دایانا رو مقایسه کرده با فردی مثل مارگارت تچر که تأثیر اون پدر چقدر روی اینا مشخصه. مثلا دایانا پدری داشت که پسر میخواست، ناراحت شد وقتی دایانا به دنیا اومد، در صورتی که مارگارت تچر پدری داشت که افتخار میکرد از همون بچگی به دخترش، میگفت تو میتونی، تو از هیچ مردی کم نداری، بهترم هستی، و نتیجه این شکلی. خیلی میگم نکات ریز توی این کتاب خیلی زیاد هستن. من فقط یه نکته در مورد کتاب تاکید کنم، بزرگترین دشمن خانم‌ها خود خانم‌ها. دقیقاً اینا یک از نکات دیگه. مردا وجدانن در این زمینه مقصر زیاد نیستن. حتی تعصبات رو نگاه کنید، خیلی همین الان تو جامعه خودمون هم زنا خیلی بیشتر به زنا گیر میدن تا مردا. دقیقاً این از وسطای کتاب به همین نکته پردازه که الان اگه شروع کار مثلا اولش هم مشکل آقایون بودن، ولی از اینجا به بعدش دیگه خانمان که دارن برای خودشون و برای خانمای دیگه مشکل ایجاد میکنن و راهکار زیاد میده که چی کار بکنیم. میگم من این کتاب رو که خوندم اصلا ایراد میگیره که اینجا میگم در مورد خیلی از مسائل افراد سیاسی و هنرپیشه و اینا هم صحبت میکنه. این کتاب تقریبا 5-6 سال قبل از اینکه انگلا مرکل در اصل آلمان قرار بگیره نوشته شده. میگه چرا نباید یک زن حکومت کنه؟ زنی که دنبال آرامش، دنبال رفاه جامعه هست، چرا باید یک مرد جنگ ستیز مثلا همیشه در رأس یک کشور باشه؟ و من این کتاب رو خوندم، گفتم نویسنده این شکلی هستن تو آلمان، فیلسوفای زن اینجوری هستن که بعد انگلا مرکل های ما داریم. هیچ چیزی بی‌دلیل نیست، هر چیزی تو دنیا تاثیر میذاره. به هر حال مثلا که جامعه جوامعی که رو پیشرفتن تو سطح کتابخونشون هم خیلی بالاست. کتاب بعدی که میخوام صحبت کنم کتاب بسیار تاثیرگذار، کتاب خیلی خوب و خیلی کمیاب و نایاب، کتاب سرچشمه، نوشته خانم آین واین. این کتاب سرچشمه دیگه هم هست، داستان چیز دیگه است. نویسنده آن راین یه فیلسوف استاد دانشگاه است، توی امریکایی، البته اصالتا روسه ولی توی امریکا زندگی کرده، 1945 اومده امریکا. کل کتاب یک چیز داره به ما میگه، تو میتونی اگر بخوایم، اگر درگیر بازی‌ها و قواعد جامعه نشین، پیرو و همون کتابایی که الان خانم تحمدتون هم معرفی کرد، می توانیم کارهایی بکنیم. کارستان داستانه، داستان یک شخصه، ولی وقتی این کتابو داری میخونی اون حس اراده، اون حس احترام گذاشتن به تفکرات خودت تحت تاثیر قرار نگرفتن به وسیله دیگران عاملی میشه که قدرتی به تو میده که بتونی آن چیزی که میخوای عمل، آن چیزی که به دنبالشی، حرکت کنید به اون سمت. متاسفانه تو جامعه همیشه جامعه میخواد آدم ها رو کنترل کنه، حالا چه تو ایران باشی چه تو هر جای دنیا باشی، یه جا بیشتر یه جا کمتر. سیستم آموزشی به گونه ای که میخواد همه رو یک دست بار بیاره. هر چه خیلی جا میخوان خلاقیت رو وش بدن، قدم های خیلی جالبی تو زمینه برداشتن، ولی کلا سیستم همینه. آموزش یعنی اینه که من میام میانگین افراد در نظر میگیرم که آموزششون میدم. شما میتونید توی یک زمینه خاص استعداد فوق‌العاده‌ای داشته باشید، ولی تو رو بنظر میانگین جامعه در نظر میگیره. اگر بخوای بر مبنای اون حرکت رو بر مبنای همون حرکت بکنی، امکان داره یک سری از توانایی‌هات از بین بره. اینجاست که برمیگردیم میگیم من چی هستم، به چی علاقه دارم و حاضرم بابتش تاوان بدم یا نه. اینجاست یه هنرمند وجود میاد، یک صنعتگر وجود میاد، اینجاست یه انسان وجود میاد که جامعه، علم، دانش همیشه داشته تحول میکنه. کسایی هم که با اون چیزی که علاقه دارن ایمان دارن و در جهتش حرکت دارن میکنن، تاوان هم میدن. شاید اثر در نفر یه نفر موفق بشه، ولی اون یک نفر میتونه کاری بکنه که همیشه مورد تایید همه قرار بگیره. البته کتاب داره کل صحبتش اینه که اصلا کاری نشوش که دیگران چی میگن، اهمیت نداره مرتبه دیگران باشی یا نه، خودت باش
و با اون چیزی که اعتقاد داری ایمان داشته باش و به سمتش حرکت بکن. داستان خیلی جذابی داره. من این کتاب وقتی خوندم اینقدر خوشم اومد که حتی قبلا خونده بودم، دوباره باز چند بار مرورش میکنم. مثلا هدیه خریدم به دوستای مختلفم دادم، ولی الان این کتاب پیدا نمیشه چون حالا یه ذره قطورم هست و چاپ افسادش نمیصرف و اینا، ولی فوق العاده کتاب دلنشین و کتاب خوبیه، داستان خیلی قشنگی هست، مفاهیم خیلی قشنگی هم در داخلش مطرح شده، به اضافه اینکه خانم مینا شریفی ثابت که مترجم این کتابه زحمت کشیدن، نشر آبی هم که واقعا همین که همین کتاب شروع کرده به چاپ کردن به نظر من شاهکاره. یه کتابیه که معلومه از روی تعقل و تفکر و ترجمه و چاپ شده، کتاب بازاری نیست، ولی وقتی کتاب دستت میگیری میفهمی اوه، برخلاف وزن سنگینش مفهوم، یعنی علاوه بر وزن سنگین خودش مفهوم داخلش به مراتب سنگینتر و پرمحتواتر از آن چیزیست که در نگاه اول به نظر میاد. عالی. خب این کتابایی بود که ما در سال 1399 خوندیم و یا دوباره خوندیم. امیدوارم که تو سال 1400 هم بتونیم کتابها رو، کتابای جدیدی هم بخونیم و بتونیم آن چیزی که درک کردیم با شما دوستان عزیز به اشتراک بذاریم. لذت خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم. میتونید توی یوتیوب هم فایلای ما رو ببینید. حالا یه میکروفون جدید هم خریدم که مشکل صدا حل بشه تا میکروفون بیاد و قلقش بیاد دستمون بتونیم کار کنیم. به هر حال یه بودجه داریم، بر مبنای بودجه‌مون داریم قدم برمی‌داریم. خانم تمتون که گفتم یه 10-15 هزار دلار بودجه تعیین کنن که ایشون تعیین نکرد. خیلی ممنون که در سال گذشته با ما بودین و با کامنت های خودتون ما رو تشویق کردین که به این کار ادامه بدیم. تا کتاب بعد. تا کتاب بعد.